با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یاشی گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. حضور همه شما همیانان عزیز، خانم آقایون، شما عاشقان ایران آریایی، عرض کنم که امروز با شما همیانان عزیز گفتگوی تلفنی خواهیم داشت که روی خط بیایید به ویژه از داخل کشور و یک پرسشی رو ما مطرح کردیم، یعنی میخوایم حالا مطرحش بکنیم و نظر شما همیهنان عزیز رو میخوایم جویا بشیم، به ویژه عرض کردم از داخل کشور. و البته همیهنان عزیزم از خارج از کشورم بیشک، ولی این پرسش بیشتر در رابطه با شما همیهنان عزیز در داخل ایران هستش و آن اون پرسش هم این هستش که طی شایعاتی که در طول تقریبا یک هفته اخیر بر سر زبان ها هست، که البته میگن تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها، طبق شایعات موجود رهبر جنایتکار، دزد، فاسد، کثیف، ابر بیشرف تاریخ بشریت علی شیره‌ای به درک اسفر و سافلین رفته. حالا شایعه است دیگه، شاید هم واقعیت داشته باشه، امیدواریم که مرده باشه، به درک رفته باشه این کثافت جنایتکار، یا اینکه به هر حال در حال به درک واصل شدنه. به هر حال مقصودم این هستش که پرسش ما از شما همیانان اینه، اگر همین الان همین لحظه جمهوری اشغالگر اسلامی مثل اون جریان اون بیمار روانی بزرگ لواطکارا، اون آخونده چی بود اسمش، ملک خمینی، اگر همین الان اعلام بکنن آقا علی شیره‌ای مرد، سقط شد، به درک واصل شد، واکنش شما مردم ایران در داخل کشور نسبت به این خبر چیه؟ من اگر خودم جای شما بگذارم، بیشک و تردید به اتفاق دوست و آشنا و بالاخره اطرافیان خودم، میریزیم تو خیابون، شادی میکنیم و میریم برای سرنگونی. یعنی خیلی راحت بگم، من به اتفاق دوستانم میرم به سمت رادیو و تلویزیون، یعنی بیشک به خصوص به سمت رادیو تهران و همیهنان دیگرمونم در سایر نقاط کشور به سمت رادیو میریم، رادیو رو بگیریم، سرود شاهنشاهی پخش کنیم، سرود ملی پخش کنیم، فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم پخش کنیم، فرمایشات شاهنشاه رو پخش کنیم، ایران رو مشروطه خواهان بگیرن دستشون. این کاریه که من میکنم. حالا ما میخواستیم واکنش شما همیهنان عزیز رو نسبت به این خبر بسیار بسیار خوشحال کننده، خبر بسیار بسیار خوب که یک جشن بزرگ ملی برای ما ایرانیان خواهد بود، که از شر این دیکتاتور فاسد، کثیف، دزد، جنایتکار، بی پدر و مادر شیره‌ای راحت میشیم، میخواستیم نظر شما همیانان عزیز رو در داخل کشور بدونید که همین الان خبر به درک واصل شدن این بیناموس رو شنیدید، عکس العمل شما نسبت به این خبر چیست. اما طبق معمول اولین خواهشم از شما عزیزان اینه که ممنونم در تلفن‌های قبلی، تماس‌های قبلی رعایت کردید همه اینا رو، منتها یه بار دیگه من میگم، بلافاصله وقتی به جناب سیاوش سرکار بانو مهناز عزیز وصل شدید، صدای بانو مهناز رو یا سرکار یا جناب آقای مهندس سیاوش عزیز رو شنیدید، تلویزیون خودتون رو یا قطع کنید صداشو، یا برید یه اتاق دیگه که دیگه ما این مشکل رو نداشته باشیم بعد از گذشت این همه سال بگیم آقا صدای تلویزیون رو قطع کن. من از جناب سیاوش خواهش کردم که اگر صدای تلویزیون شما زیاد باشه بلافاصله صداتون رو قطع کنه. هر تلفنی هم که قطع بشه مسئولیتش به عهده منه، چون به هر حال مجری برنامه منم. این اولین خواهشمه. پس صدای تلویزیون ها قطع باشه که یک بار نشون بدیم که ما قوانین رو رعایت میکنیم.
دوم اینکه از بردن اسم همه اینایی که خود من اسامیشون رو برای شماها میارم، از بردن اسامی دیگران خواهشان خودداری کنید، اصلا کارتون به کاری هیچ کس نباشه، فقط به این پرسش پاسخ بدید. اگر نمیدونید موضوع برنامه چیه، سب کنید، گوش کنید، نگاه کنید و بعد روی خط بیاید. از همه شما عزیزانم خواهش میکنم به تلفن هایی که داده میشه، تلفن واتساپ که داده میشه از داخل کشور، فقط به اون تلفن زنگ بزنید. از خواندن شعر و دیگه عرض کنم احوال پرسی و هم اظهار لطف و محبت هم که میکنید، خودداری بفرمایید که ما تعداد بیشتری رو بتونیم رو خط بیاریم. حال همه ما خوبه، صدای شما رو هم که میشنویم حالمون خیلی خیلی بهتر میشه. خیلی هم از لطف و محبت و مهربانی و عشق شما، از همه شما بی نهایت از طرف خودم، جناب سیاوش، بانو مهناز، جناب وطنخواه و همه سپاسگزارم، لطف و محبت میکنید. بنابراین پس برنامه‌مون کاملا مشخص شد و آماده شنیدن صحبت‌های شما، فرمایشات شما عزیزان هستیم، که بازم میگم از ایرانیان داخل کشور تمنا میکنم، ایرانیان خارج از کشور تمنا میکنم در صورت امکان اجازه بدید ایرانیان داخل کشور بیان، چون ما میگیم اگر این مردک، این بیمار روانی چیه، این یارو شیره‌ای خامنه ای، این به درک واصل شد، به اصطلاح احساسات مردم و واکنش مردم نسبت به این خبر چیست؟ بنابراین خبر بهتری هستش که همیانان عزیز ما داخل کشور رو خط بیان و ما فرمایشات عزیزان رو از داخل کشور بشنویم. اما یکی دو تا موضوع دیگر هم هست، من تیتراشو بهتون بگم، تیتر صحبت‌ها رو که امروز با یک عزیزی صحبت می‌کردم و مطالبی رو ایشون فرمودن، یک منبع موثق مطالبی رو ایشون فرمودن که من حس کردم اینا رو باید برای شما بازگو کنم و البته سندی تو دستم نیست، اینا نه جایی نوشته شده نه سندی هست. خب هستن بیشک یه عده میگن حرفای دایجان ناپلونیه و حرفای رو میدهیه و کو سند کو، من با اونا کاری ندارم، اون چیزی که به عقلم برسه با شما عزیزان در مورد خروج اعلی حضرت همایون، شاهنشاه، آریامهر بزرگ، خدایگان، ابرمرد تاریخ ایران و جهان در روز 26 دی ماه، مسائلی هستش که برای من گفته شده و البته به صورت جست و گریخته در طول این سالهای دی برای من میگفتن، اما دیگه به صورت اخبار بسیار، یعنی گفته های موثق از طریق انسانهایی که اینها عزیزان در دستگاه بودن و نظامی بودن، حالا کشوری بودن، لشکری بودن، و من اینا رو برای شما بازگو میکنم. حالا میخواییم باور کنید نکنید یا هرچی، اون دیگه نظر شماست، من وظیفم این هستش که چیزهایی که بسیار مهم به نظر میرسه خدمت شما عزیزان بگم و اینکه چرا ما 43 ساله، حالا کار ندارم به خاطر وجود سازمانهای جاسوسی و جاسوسان و مزدورانی که ما داریم، حتی در لباس دروغین مشروطه چی با این مسئله، حالا من کار ندارم، که در طول این مدت هم به ویژه بعد از 13 خرداد، بعد از فرمایشات اعلیحضرت پهلوی سوم، تا اونجا که تونستم با تصویر خودشون با صدای خودشون اومدیم و افشاگری کردیم، خب اینا یه مش مزدور اجاره‌ای هستن، در هر پوششی، در هر لباسی میرن، حتی یه عده‌ای هستن به عنوان مشروطه خواه، عکس اعلیحضرت هم میذارن تو برنامه هاشون، عکس شاهنشاه رو میذارن، مدام اعلیحضرت اعلیحضرت میکنن، اینا بسیجی هستن، تو سوئیس هستن، تو اتریش هستن، ما همینا رو شناسایی کردیم، فحاشی میکنن و زیر نام پادشاه ایرانساز پهلوی، پادشاهان ایرانساز پهلوی، رضاشاه بزرگ، آریامهر بزرگ، خدایگان، به نام دروغین طرفداری از شخص اعلیحضرت رضاشاه دوم و با گفتن 4 تا شعارهای حتی جاویدشاه، از سوئد، از نروژ، از دانمارک، و تعدادشون زیاد نیست ولی یه عده‌ای هستن، یه چند تنی هستن، یه گروه هن اینا، در انگلیس هستن، زن و مرد ها فرق نمی کنه، در همین آلمان هستن، در اسرائیل هستن، باشه چل، از همه خانم آقایون تمنا میکنم، خواهش میکنم، استدعا میکنم، لطف و محبت بفرمایید از الان زنگ نزنید، اجازه بفرمایید من اعلام بکنم، چون آقای مهندس باید آماده باشن، بانو مهناز آماده، همینطور نیست شما زنگ بزنید بیاین رو خط،
این عزیزان هم پشت خط باید آماده باشن، یه سری دستگاه باید هم وصل بشه که شما، چون من که تو استودیو نیستم تلفن رو بردم با شما مستقیم در تماس بشن، در از واسطه این وصل شدن جناب مهندس سیاوش گرامی هستن که ایشون این تلفن رو باید وصل بکنم به یه میکروفونی، من صدای شما رو بشنوم و این ارتباط برقرار بشه. یکم صبر کنید تا چند دقیقه دیگه، 5 دقیقه دیگه بعد از اینکه یک فرمایشات اعلیحضرت رو پخش کردم، براتون خیلی مهمه، فرمایشات اعلیحضرت راجع به همین علی شیره‌ای پخش کردم، بعدش بلافاصله زنگ بزنید. بنابراین یه عده بسیجی هستن، ما میدونیم، ما بچهای میانپرستشون بین اینا ما افراد نفوذی فرستادیم، میشناسیم، یه سری زنانی هستن در آلمان، در اسرائیل، در انگلیس که میگن عکس اعلیحضرت نیارین، عکس شاهزاده رو نیارین، فراجناهی باشه و فلان و بیسار اینا، اینا رو ما میشناسیم، مامورم ارتباط دارن، حالا حتما نه ارتباط با جمهوری اسلامی داشته باشن، نه، اینا ارتباطات دیگری دارن، دومشون به یه سازمانهایی وصله، قیافه خیلی انسانهای شریف و میهن‌پرست و دیگه ما خیلی مبارزیم و تظاهرات میندازن، برنامه‌ریزی میکنن، خیلی شلوغش هم میکنن. ما اینا رو همه شناسایی کردیم، یه عده‌شون هستن در سوئیس، در اتریش، در همین آلمان، در دانمارک، حتی برای خودشون میان یه سایتایی درست میکنن مثل تلویزیون، در ترکیه، در سوئد، مثلا همون نادان، اون بی‌شرف بچه مفعولی بود که تاجم میزنه رو سینه‌اش، دیگه حضورتون کنم در انگلیس داریم، در امریکا داریم، اینا رو ما شناسایی کردیم، سایت دارن، خیلی هم سرصدا میکنن، مصاحبه میکنن، شاهزاده شاهزاده میکنن، اینا میرن به اسم اعلیحضرت توی این دنیاهای مجازی و یا در همین برنامه‌های ویدیویی که درست میکنن از تو خونه هاشون میدن بیرون، که دیگه الان چه عادی شده، فحاشی میکنن و حتی به مخالفین شروع میکنن فحش‌های رکیک دادن. خب طبیعتا اینا ضبط میشه، میره تو دفتر اعلیحضرت و ایشون هم بیشک و تردید باید عکس العمل نشون بدن، و عکس العملی که ایشون نشون میدن یه دیم بچه های میانپرست تصور میکنن که اعلیحضرت اونا رو هدف قرار دادن، در صورتی که نه، ایشون حتما که نباید بیان بگن حسن و حسین و تقی و نقی، ایشون ما متوجه فرمایشاتشون میشیم و میدونیم در این میانم یه عده مشروطه چی قلابی میخوان برن از این فضا، از این آب گلالود ماهی بگیرن، که هم اعلیحضرت حواسشون هست، هم میهن پرستان حواسشون هست، همه حواسشون هست، دیگه دنیای قدیم نیست که یارو مثلا قربان قندلی بیاد بگه من خلبان جت بودم و فلان بودم، نه اینطوری دیگه نیست، بعد بگه من افسر ارتش بودم، ولی کدوم ارتش؟ ارتش جمهوری اسلامی، ارتش قجر، ارتش شاهنشاه قجر که ارتش نداشته. به هر حال خواستم این توضیح رو بهتون بدم، بچه‌ای که هوش و حواسشون جمعه میدونن من دارم چی میگم و راجع به چه موضوعی میگم، این توضیح هم لازم بود. اما در مورد خروج اعلیحضرت یه سری مسائل هستش که من اینا رو میام برای شما چهارشنبه و روز آدینه به اندازه هایی که بلد باشم و به اندازه هایی که بدونم جامعه کشش شنیدنشو داره و یه نکاتش لازمه که بگم، چون بعضی از نکاتش هنوز برای قبولش برای مغز سنگینه و نامفهومه، چون من تمام گفتارم، بیشتر گفتارم، اکثریت صحبتام با نسل جوونه که اونا رو بتونیم جذبشون بکنیم، جذب واقعیتا بکنیم. خب 40 سال 4 نسل رو اینا مسموم کردن، فضای مملکت رو مسموم کردن، فضای مغز مردم رو مسموم کردن، فضا رو مسموم کردن، جوونا واقعا ندارن، آگاهی ندارن، 40 سال فقط هی نشستن میگن ابوالفضل، حسین، حسن، نمیدونم قرآن، پیغمبر، فلان، همه مزخرفاتی که همه داریم میشنویم، و حالا یواش یواش به وسیله همین سنگر، تنها سنگر باقی مونده ایران آریایی، خب اینجا خیلی واقعا داره، واقعا یه دانشگاه است، داره افشاگری میکنه، جناب وطنخواه با همه مشکلاتی که دارن، هممونم میدونیم مسئولیت بسیار سنگینی که به عهده ایشونه، به هر حال آدمی زدم، خب قوه بنیه‌اش از دست میره، منم رضای 5 سال پیش نیستم، طبیعیه آدم خسته میشه، بدونی که مرخصی داشته باشیم، بدونی که ما هم خب آدمیم دیگه، مثلا یه کارگر ما در ماه یه ما مرخصی میره، بدونی که همین جناب سیاوش بهترین نمونه، در طول این سالها مثلا 2 روز یه 3 روز شاید مثلا ایشون نبوده، کار ساده ای نیست، شما روزی 7-8 ساعت بشینی، هر کدوم از برنامه‌گذاران بیان، هر کدوم یه تقاضای، یه فایلی، یه لینکی، تمام حرفا رو باید بشنوید، تمام این بغضی که ما میخوایم اینجا خالی بکنیم همش رو منتقل میکنیم به ایشون، خب این سنگینه، و با همه این شرایط خب هر کدوم از
عزیزانی که اینجا هستن، سرکار بانو عرض کنم، مهران ملکی، سرکار بانو، خاله عزیز، استاد عزیز ما جناب سیروس افهمی عزیز، خود جناب وطنخواه گرامی عرض کنم حضورتون، و سایر خانم آقایونی که اینجا فعالیت میکنن، هر کدوم به هر حال به زحمت خود، به انزوی خودشون، سرکار بانو، دکتر مرجانی روحانی گرامی، و به هر حال هر کدوم از این عزیزان دارن در حیطه کار خودشون، در قسمت کار خودشون دارن انجام وظیفه میکنن، بدون هیچ چشم داشتی دارن فعالیت میکنن، و این تنها سنگریه که باقی مونده و خیلی اثر گذاشته. من اینو نه جنبه تبلیغ بگم، دارم اثراتش رو تو دنیای همین دنیای تلگرام دارم میبینم که لحن بچه ها خیلی عوض شده نسبت به همه ما، و دید بچه ها نسبت به سنگر ایران آریایی کاملا عوض شده، بسیار بسیار بیننده پیدا کرده ایران آریایی. خوشبختانه بچه ها دارن زحمت میکشن، فرکانس ها رو میگن بچه ها برید ایران آریایی رو نگاه کنید و و و. خب این مشخصه که سنگر ایران آریایی اثر خوش گشته، چون اگه غیر از این بود این نسل جوان، نسل فهمیده و با شعوری، هیچ وقت نمی اومد تبلیغ بکنم بگن، چون مثلا رضا احمدی میگه بریم بنویسیم، آقا بیاین شبکه ایران آریایی نگاه کنیم، بس ما بریم بنویسیم، نه، هیچ کس گول حرف منو نمیخوره. کسی که میره اینو مینویسه قشنگ منو آنالیز کرده، حرفای منو گوش داده، برنامه ها رو دیده، یه بررسی کرده، بعد پیش خوش گفته نه کارشون قشنگه، دارن قشنگ کار دارن، برای ما مردم کار میکنن. و واقعا هم همینه، ایران آریایی داره برای مردم داره کار میکنه، نه اینجا لپتاپ میفروشیم، نه لگن میفروشیم، نه نمیدونم دین و مذهب میکشیم وسط، نه آغوسی نمیدونم فلون آهنگ و خصوصا نمیدونم اونجوری خوند، نمیایم چه چرت و پرت بگیم سر شما رو کلا بذاریم بریم بیرون نمیدونم نهار بخوریم تناب بازی بکنیم، حالا که میبینیم اصلا الان اوضاع داره به هم میخوره، بیایم میکروفون بگیریم بریم روسن بگیم بریم نیویورک تظاهرات را بندازیم، توده‌ای باشیم، بعد الکی بگیم ما آزادی خواهیم شد. نه، همه واقعا آدم با خلوص نیت، هیچ کس هم فیلم بازی نمی کنه، هر کس هم اومد فیلم بازی کرد بعد یه مدتی گند کارش در اومد، خودش یا خودش دومشو گوش رو کولش رفت یا دومشو گوش رو کولش رو بیرونش کردن. به هر حال این توصیاتی بود که لازم بود بگم بدم و عرض کنم حضورتون، تا بیایم و این مسائل رو برای شما عزیزان بازگو کنیم. من از جناب مهندس خواهش می‌کنم دو تا فایل، یکی صدای یکی از بچه‌ها همیاران عزیز برای من فرستاده که اینو پخش کنیم. بچه‌های میهن پرست، باریکلا، آفرین که دونه دونه این سربازا دارن خودشون رو نشون میدن، و بعدم فرمایشات اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سومه، و بعد از فرمایشات اعلیحضرت هم جناب مهندس اعلام کنن به من، منم شماره رو بگم و تشریف ببرین رو خط، ما هم نشستیم و در خدمت شما عزیزان هستیم. ضمن اینکه اون نکات رو هم رعایت بفرمایید، به ویژه اینکه صدای تلویزیونا کاملا خاموش باشه، صداش قطع باشه، چون از موقعی که به ما وصل میشی ما صدای شما رو میشنویم، بعد شما وای نسید که صداتون از تلویزیون بیاد، بعدا میتونید برید خودتون برنامه رو نگاه کنید. جناب مهندس دو تا فایل هم لطف محبت بفرمایید و منم در خدمتتون هستم. جانم باد سلطنت پهلویسم، پهلویسم یک تفکر مت... امروز 18/6/1581 شاهنشاهی، اینو میفرستم برای تلویزیون ایران آریایی، جناب رضا احمدی سرباز میهن از آلمان، خشایار هستم از تهران، تقدیم میکنم به تلویزیون ایران آریایی، پاینده ایران جاوید شاه، زنده و جاوید باد سلطنت پهلویسم، پهلویسم یک تفکر متمدنانه است، پهلویسم انقدر تو ایران میمونه که تک به تک ملت بشن یک پهلویسم، پاینده ایران جاوید شاه. در پی سخنان سخیف و بزدلانه علی خامنه‌ای رهبر ملایان اشغالگر ایران در مقصر دانستن خاندان ایران ساز پهلوی در اعتراضات اخیر، شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای پاسخ یاوه‌گویی‌های این ملای بی‌وطن را این گونه نوشتند: سخنان اخیرت در پاسخ به فریادهای دادخواهانه مردمی که تبهکاری‌های فرقت
کارد را به استخوانشان رسانده بزدلانه تر از آن است که نیازی به پاسخ تحلیلی و نکته به نکته داشته باشد، که یاوه هایت لرزانتر و پایه های بیت شومت سوستر از آنند که نیازی به طولانی کردن سخن داشته باشند. منی که مهر ایران را از پدر و از مادرم آموختم، روی سخن کوتاه هم امروز با تو و تتمه فرقه نابکار توست. پس بدان که آنچه بر ایران و ایرانی در این 40 ساله شوم رفته تماماً و مطلقاً از نیرنگت سرچشمه میگیرد، که ریا و حیله و خدعه نه از فرهنگ دانایی و توانایی سخنوران نامی ایرانی که از ارکان جهل تو نشأت گرفته. بدان که داد همسایگان ما نه از مهر ایرانی که مطلقاً از پلیدی فرقهی برخواسته که از دروغ نظریه و نظام و نظمی دروغین ساخته، فرقهی که قانون اساسیش هم در کانون دروغ ریخته شده. بدان که ویران شهری که کران تا کران فلات ایران را در این 40 ساله شوم همچون جزامی در نوردیده، نه از فرهنگ والای ایرانی که مطلقاً معلول بدعتی است که از دجالی از سنخ خبیثت در اخلاق و در ایمان آورده، که علل مشابه همواره در درازای تاریخ آبستن معلولهای مشابهند. اگر فروپاشی در ایمان و در دین مردم بوده، مسئولیت آن مستقیماً متوجه تو و نظام توست. بدان که فقری که پرده شومش را در ایران گسترده، نه از اخلاق و از مهر ایرانی که مطلقاً معلول علتی است که هم نام و هم کارنامه‌اش، هم نظریه و هم قانون پایه‌اش جملگی از تو و از تبار منحوس تو برخواسته. بدان که کشوری که همکنون صدرنشین شاخص فلاکت شده، زمانی صدرنشین شاخص پیشرفت در تمامی عرصه‌های کشوری و لشکری، علمی و فرهنگی و هنری در میان کشورهای همتراز خود بوده و سقوطی از این دست ای نابخرد نابخردان، نه از اخلاق و از مهر ایرانی که از تحمیقی سرچشمه گرفته که باعث و بانیش دجالی از تبار تو بوده. بدان که بدنامی و انزوایی که حسن همجواری و شکوفایی استعدادهای کم نظیر ایران در قرن 21 را ناممکن ساخته، نه از کاردانی و عشق ایرانی به زندگی و نه از مهر و از اخلاق ایرانی که مطلقاً از جعلی برخواسته که نابکاری از تبار تو نامش برای همیشه بر سنگ بنای آن نقش بسته. پس ای نابخرد نابخردان، نیک بدان که مردم ایران در این سفر تاریخی همراهان خود را می شناسند و به یاد می آورند. نیک بدان که فریاد پهلوی در شهرهای ایران از کارگر و از دهقان گرفته تا پیر و جوان، نه از روی تعصب که برای ایران، رفاه ایرانی و سربلندی نام میهن است، که پهلوی همواره یار و یاور مردمان خود بوده و است. خواست من در این میان چیزی نبوده و نیست مگر سربلندی میهنم ایران. پاینده ایران، رضا پهلوی. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی و فرمانشد اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم. پهلوی سوم هم شنیدیم که بی مناسبت نبود فرمانشد ایشون رو امروز به در این برنامه پخش کنیم. اما شماره تلفن‌ها رو عرض کنم حضور شما جناب مهندس یواش گرامی، روی صفحه تلویزیون خواهم گذاشت و از این لحظه به بعد شما همیانان عزیز ضمن این نکاتی رو که گفتم لطف و محبت بفرمایید رعایت کنید،
در خدمتون خواهیم بود، فرمایشاتون رو بشنویم. من هم اینجا نشستم، خیلی هم خوشحالم بعد از چند هفته ای مجددا این فرصت نصیب منم شد تا بتونیم از نقطه نظر و دیدگاه شما عزیزان در رابطه با اینکه همین الان به امید خدا اعلام بکنن، حالا نه که این فخری باشه مردک، ولی اعلام بکنن که این شیره‌ای به درک اسفار و سافرین رفته، عرض کنم حضورتون شما چه عکس العملی دارید تو ایران. شماره تلفن واتساپ هم اونجا برای ایران من براتون میخونم، خودکار رو بردارید و بنویسید. بله 201 کد امریکا 201-818-297-71-34. یه بار دیگه میگم برای ایران، لطفاً فقط از ایران خواهش میکنم، 201-818-297-71-34. اوکی؟ فرمودن بله. جناب مهندس من در خدمتون هستم، هر موقع بینندگان روی خط اومدن من در خدمتون هستم. فقط لطف مباد بفرمید نکاتی رو که حضور شما از عرض کردم رعایت کنید و احوال پرسیدم کنار بگذارید، کوتاه مختصر مفید بفهمید که الان این آخوند بیشعور بیسواد نفهم سراپا شیرهی جنایتکار قاتل بیپدر و مادر نوکر اجنبی که تا دیروز این یارو ساربونه تو لندن میگفتش که این 20 تا تک تومنی، یه اسکناس 20 تومنی میگرفت و تار میزد، عرق اون ور رو میخور، عرق قوچان، عرق هم کوف میکرد و بعد شروع میکرد شعر رو برخوندن و فلان اینا، و این حالا یه دفعه بیاد بشه رهبر. و در طول این نمیدونم چند سال این مملکت داره میچرخه، بالای 30 سال باید باشه دیگه فکر کنم. بله تا تونست کشت و دزدید و جنایت کرد، حالا تازه میخواد پسرش رو چیز کنه، امامه بذار سر پسرش درسته. خیلی من در خدمتونم، بریم گوش کنیم ببرم. بله درود بر شما، درود بر هممیهنان، درود بر پادشاهی خواهان، وطن دوستان، و با درود بر شاهنشاه سیروس ایران زمین رضا شاه دوم و از برنامه خوبتون. بنده عارضم به خدمتون که برمان یکور اعلام میکنم که ما منتظر پیام جهاد شاهنشاه در زمان مرگ این دشخیم و این دجال خواهیم بود، منتظر پیام شاهنشاهمون هستیم تا بتونیم این حکومت رو نابود کنیم و بعد از نابودی این حکومت پادشاهمون رو به مملکت برگردونیم. و من خودم به شخصه به عنوان یک لور قسم خوردم که پیاده تا مصر برم و شاهم رو به ایران برگردونم. پاینده ایران همیشه جا. سپاس از شما. لطفاً اگه بچه‌ها زنگ میزنید لطف موبت بفرمایید، حالا شهرتون رو نمیگین، حداقل استانتون هم بگید، بگید از کجا زنگ میزنید، ممنونتون میشیم. حکومت پادشاهمون رو به مملکت برگردونیم. و من دوستانی که زنگ میزنید از ایران لطفا بفرمایید از کجا زنگ میزنید که ما هم بدونیم، به هر حال خوشحال بشیم بدونیم از کدوم شهر و بچه ها زنگ میزنید، ممنونتون میشه. فکر کنم همه ما گفتن لور دیگه، از لورستان بود. صدا کم که. درود بر شما آقای احمدی. درود بر شما. من از ایران از استان لرستان تماس میگیرم، خسته نباشید میگم خدمت شما و تمام همکارانتون که سالهاست زحمت میکشید و واقعا برای ما ایرانی ها بله من از ایران از استان لرستان تماس میگیرم.
خب بفرمایید. به تلویزیون گفتیم دیگه، به تلویزیون نگاه نکن برادر من، مستقیم صحبت کنید، با تلویزیون کارتون نباشه. بفرمایید. واقعا خسته نباشید، میگم خدمت شما و تمام همکارانتون که این سال‌ها واقعا برای روشنگری ما زحمات فراوانی کشیدید. ما واقعا ملت ایران سال‌های قبل چجور بگم خیلی سردرگم بودیم، واقعا شبکه‌های خارجی مردم ما رو سردرگم کرده بودن، نمیدونستیم که چی راست کی راست میگه کی دروغ میگه، ولی زحمت‌های شما باعث شد که ما امروز بدونیم که حداقل چه کاری برای کشورمون باید انجام بدیم. و بله سپاس از شما. اگر ما میدونیم که دوست ما کیه، دشمن ما کیه، از زحمت‌های شما بوده. به هر حال الان وضعیت کشور ما رو همه میدونن که چجوریه و به چه وضعیتی افتاده امروز. و حالا سالهاست که ما میدونیم که همیشه باید ما هوشیار باشیم، ولی وضعیت الان دیگه واقعا جوریه که مردم باید هوشیارتر از همیشه باشن و برای آزادی کشورمون تا جایی که میتونن هر چی از دستشون میاد کوتاهی نکنن. باز هم از شما تشکر میکنم بابت تمام زحماتتون. امروز کشور ما واقعا نیازمند آدمای کسایی مثل شماست، وطن پرستایی مثل شماست. داخل ایران هم کم نیستن کسایی که برای آزادی ایران هر کاری که بتونن انجام میدن امروز. و حالا شرایط هم جوری است که وطن پرستای داخل کشور واقعا به سختی میتونن، حالا ارتباطی با هم دیگه ندارن، ولی امروز دیگه دوست دشمن خودشون رو میفهمن، میدونن کیه، میدونن که به چه شبکه های گوش بدن، به کی گوش کدن، دوست کیه، دشمن کیه. باز هم از شما تشکر میکنم، ممنون. سپاس از شما، لطف و محبت کردید از لرستان، خیلی ازت ممنونم. ممنون از شما. صداتون پخش میشه صحبت. الو بفرمایید صحبت کنید. الو صداتون پخش میشه صحبت کنید بفرمایید. درود بر شما آقای احمدی. درود بر شما. درود بر شما. قربون شما. ما خودمون من ضروری من بیمارستان نخواست شدم، بیمارستان بودم نخواست شدم، خبر خوشحالی رو شروع دارم. اگر این واقعا حقیقت داشته باشه با دیگه ملت یعنی بهتر پیش نمیاد. ملت اینجا باید چون دیگه بطوری ملت داره این بهتر نمیشه. خیلی رو خواستی شما یک دیگه باید سبز همون قربون شما، عرضی نیست، خیلی ازت من کجا زنگ میزنید شما؟ برامین. از کجا؟ ورامین. از ورامین. ورامین. خیلی ممنونم از لطف و محبتت. مرسی از لطف و محبتت. سپاسگزارت. لطف کرد. منم بستنی میدم عمل جایی هم آیدم خوش میدنم که خونه افتادم. ممنونتم. لطف کرد. درود جناب احمدی، شبتون بخیر. خسته نباشید. من روزیتا هستم، از تهران تماس میگیرم. درود بر شما بانو روزیتا گرامی از تهران. خواهش میکنم در مورد یعنی جواب سوالتون رو میخواستم بدم که اگه علی شیره‌ای مرد
پخش شد همه جا ما چی کار میکنیم؟ شما بله. سوالتون فکر میکنم این بوده. بله، دقیقا. من نظر شخصی خودم رو میگم و خانوادم، همسرم و فرزندانم. نظر ما اینه وقتی خبر این مفعول منحوس همه جا پخش شد، همه ما بیایم کف خیابون. یعنی نظر من اینه که همه ما باید بیایم کف خیابون، براندازی کامل انجام بشه، همه کف خیابونا رو پر کنیم، فقط هم تهران نه، همه شهرهای ایران، همه با هم بیان کف خیابون، کف خیابون رو پر کنن برای براندازی، و تا براندازی انجام نشد هیچکی به خونش بر نگرده. آفرین. خواهش میکنم، من از این تلفن استفاده میکنم، هیچ کس به خونه بر نگرده، همه تو خیابون باشن تا نتیجه معلوم بشه. چون وقتی بر میگردیم به خونه، دوباره فردا واسه اومدن تو کف خیابون خیلی مشکل داریم. نیروهای انتظامی میریزن، لباس شخصی ها میریزن، نمیذارن اون تجمعی که باید صورت بگیره انجام بشه. به خاطر همین وقتی اومدیم کف خیابونا رو پر کردیم، خواهش میکنم از مردم هیچ کس نره به خونه هاش، همه کف خیابون بمونن تا براندازی کامل، تا اینکه بتونیم رادیو رو بگیریم، صدا و سیما رو بگیریم، تا اینکه به اصطلاح اون اعمالی که باید انجام بشه رو انجام بدیم. همین، من مزاحمتون نمیشم، وقت بقیه رم نمیگیرم. تا ابد جاوید شاه، تا ابد جاوید شاه، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. شبتون بخیر، خداحافظ شما. لطف کردی سرکار بانو، بسیار دقیق، عالی. خواهش میکنم، خیلی ازتون ممنونم بانو روزیتای عزیز. ممنون. شبتون بخیر. الو، بفرمایید. نوبت منه که صحبت کنم. بله، بفرمایید. بله، بفرمایید. سلام آقای رضا احمدی، من از شهر جدید خشبک دارم صحبت میکنم. تو مجلس مطرح شده که جانشین خامنه‌ای رو زود تعیین کنن، همونطور که الیزابت یک هفته پیش مرد، خامنه ای هم به همین منوال. من تا اعلام نمی کنم. حالا ما کاری نداریم به خامنه ای یا هر کسی، ما باید وضعیت خودمون رو در نظر بگیریم. اینا اومدن میخوان اقتصاد جهان رو تو دست بگیرن، انگلیس ها. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید منتظر بشیم حد تعیین تکلیفی که انگلیس ها برای ما میکنن ما هم همون رو بپذیریم مثل بقیه مردم جهان؟ الان فرصت خوبیه که مردم بیان. من پیشتر هم گفته بودم به چه صورت اونهایی که سنهای بالا دارن بیان. ما تو تهران از میدان فردوسی تا میدان شهیار رو باید احاطه بکنیم. پیشتر هم گفته بودم که نیروهای انتظامی اینها که به مردم برخورد میکنن، اینها کسای دیگه هستن، بهشون پول دادن، لباس نیروی انتظامی به تنشونه. همین کاری که اونا میخوان با ما بکنن ما با اونا بکنیم. ما خودمونو دست کم گرفتیم، همش میترسیم که بگیرن، بزنن، بکشن. در هر صورت اگه تو خونه هم بشینید، به زودی هم میگیرن و میزنن میکشن، شامل همه مردم ایران میشه. من تقاضام اینه که شما بیان مردم تو میدونهای اصلی شهر. بچه های خوب نازیاباد، شما نازیاباد رو داشته باشید، بچه های خوب شهرداری، شما شهرداری رو داشته باشید، مردم تهران، شما میدان شهرداری رو داشته باشید و سایر شهرها و استانهای کشور. اون کار رو که فکر میکنید که باید انجام بدید با سیاست انجام بدید. سپاسگزار شما سیمین قزاقی.
سپاس از شما، لطف کردید. درود بر شما جناب احمدی. درود بر شما. عرض ادب قربان. قربون شما، لطف دارید بفرمایید. عذرخواهی میکنم، من سریع عرایزم رو ارائه بدم خدمتتون. الان خدای نکرده من آدم بیادبی نیستم، وقت ماچ و بوسه نیست. من خاک پای کسانی هستم که طرفدار اعلیحضرت و مشروطه هستم. اما عرض بنده اینه که مردم ما متاسفانه تا اینجا همدیگر رو پیدا نکردن، کسانی که مبارز واقعی هم. بنده حتی اگر لازم باشه توی واتساپ میگم به جهت اینکه راهنمایی بگیرم از جناب عالی، چون شما راهنمای بنده این، من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم. عرض کردم وقت ما چوبوسه نیست، من خاک پای شما هم نیستم. نخواهش اما در نهایت عرض بنده اینه که همدیگر رو پیدا کنیم. من هر شب دارم فعالیت میکنم تنهایی، هر شب، و هیچ ترسی هم ندارم و یه پیام هم برای بچه های گلم دارم، هم برای هموطنهای عزیزم. بچه های گلم، فلسفه پهلویست، پهلویست در جهان میگوید ما خوبی رو برای همه میخواهد و امپریالیزم یا جمهوری کثیف فقط میگوید من. این برداشتیه که من تا به اینجا داشتم. و خواهر برادرای عزیزم، من در جایی کار میکنم که در روز اینا رو میبینم. متاسفانه عرض کنم که واقعا ترسیدن، باور بفرمایید، خیلی ترسیدن. میدونم هم الان دارن گوش میکنن، برای من مهم نیست اصلا صدای من رو شناسایی کردن یا نکردن. واقعا ترسیدن. مردم اگر اینو یاد گرفتید که بگید نرید جلو میزنن میکشن، اگر راست میگیم همدیگر رو پیدا کنیم کلن نریم بیرون، انقدر نگین، گول نخورین، هشتک نمیدونم، نه به مرغ، نه به شیر، نه به روسری، اینا همش دامه، دارن سر ما رو گرم میکنن، کار خودشونه. نه به جمهوری اسلامی جاوید شاه، تموم شد و رفت. این راهکاریه که واقعا شما به ما آموختید. پاینده باشید، من زیاد وقت به این گرانبهای این برنامه رو نگیرم. ممنون که صحبت‌های بنده رو گوش کردید. زنده باشید، درود بر شما، لب کلامو گفتی، آفرین آفرین، فداتون بشم، قربون شما برم. زنده باشید، زنده باشید، سلامت باشید، شب شما بخیر، کوچیک شما، مواظب خودتون باشید. الو، بفرمایید. درود بر شما آقای احمدی. درود بر شما. نباشید، شنگاه خوبی داشته باشید. این عجوزه پیر که بره گوشه که داخل، این هم یه عجوزه که تو ایران زمینه. ایشون به قول آقای ایراد روی میگه سازنامه داره بودن که اصلا عربه. این که معلومه آقای احمدی، وقتی بره گوشه همه ما وقتی خمینی موند هنه گذاشت، هنه بندون شد. این هم دید درد من از اصفهان هم زنگ زن سهلا بختیاری هم از اصفهان. معلومه که ما از بدبختی داریم، اما منتظر این هموطن عزیزم همه باید بزن وسط خیابون شاهنشاه رضاشاه دوم و صدا بزنن که کشورهای دیگه هم پشتیبان ما باشد. نه بشینیم تو خونه بگیم آی امروز چی شد، مخ گرون شد، گوش گرون شد. همینه چهل سه سال هم بدبختی سرمون آوردن. این تتمه اعلیحضرت هم تموم شد رفت، اما دوره جنگ خلاص شده بود. عزیز من، ما بدبختیشی داریم میکشیم، چش انتظار شاهزادهمون، ولیعهدمون، رضاشاه دوممون دور میفرستن به خودش و خانوادهاش، مخصوصا مادر تاجدارمون. چشم دشمناشون کور شد، فقط چش انتظار من منتظر همین. من هر موقع هم یه جای شلوغ بود هرچی بود رفتم. من هم منتظر هم به این مردم هم، به این هموطن های خوش غیرت هم که بلند شدن رفتن هزار تا مریضی تو کربلا جمع کردن، حالا بر میگردن اینجا با چه خاری دخترشون دزدیدن، به سرشون دزدیدن، همه میشه سهه میزنن تو سرشون. تا که ما بسیزیم از دست اینا،
هدف نادانا. آقای احمدی به خدا دیگر دست این هموطنان خسته شدید، بس نادانی همیشه هم اول با این ملت بجنگه، همیشه باید بشه موزم این کار کنیم این کار کنیم. خدا شاهد وقتی این رو میمنم حس میخورم کاکا، حس میخورم. سپاسگزارم از همه تون، از آقای وطنخوا، از شما، از آقای سیاوش عزیز، اما نازه من هر چی کارکنان اونجا هستن، میران ملکی عزیزم، همه شو سپاسگزارتون هستن. مزاهم بگیم نمیشم. ممنونتون. شما داشته باشین، بانداد شادی هم داشته باشین عزیزانم. خدا نگهدارتون. زنده باشید. سپاس از لطف و محبت شما. قربونت برم، خدا نگهدار. قربون شما. جناب احمدی خسته نباشید. درود بر شما. درود بر شما. حالتون چطور؟ خوب هستین؟ جناب احمدی خوب هستین؟ زنده باشید. نادر هستم از اسلام شهر مزاحمتون میشم. بفرمایید. خوب هستین ان شاءالله. آقای احمدی اولین بار من زنگ زدم، هول شدم. ببخشید. قربون شما برم. خیلی ممنونتم. احمدی به خدا حال شما خوب باشه. خدا شاهد آقای احمدی با هر کی حرف بزنی همه فهم میگن شاهنشاه، همه میگن شاهنشاه. اصلا همه بریدن از این نظام ولی نمیدونن چیکار کنن دیگه. همه منتظر اون یکی ان یکی حرکتی بکنه تا به قولی بخوان همه به جنبن. نمیدونیم به خود چیکار کنیم. همه موندیم یعنی میخوان یه حرکتی بکنن ولی نمیدونن چیکار بکنن. بله متوجه هستم. حالا باید منتظر حرکت‌های کوچیک باشید. هر اتفاقی که میفته همونو بکنید بهانه، بریزین تو خیابونا و دیگه بر نگردین. این سردار بانویی که قبل از شما دو سه تا شهاده پیش از شما زنگ زدن، ایشون فرمودن دیگه بیاین تو خیابونا، کف خیابونا و دیگه بر نگردین تو خونه، چون وقتی برگردین دشمن بعد یارگیری میکنه، نفسگیری میکنه و بعد میاد و شماها رو میتونه به اصطلاح سرکوب بکنه. اومدی تو خیابونا بر نگردید تو خونه ها. این بزرگترین اشتباهیه که شما عزیزان انجام میدید. اومدی تو خیابونا بر نگردید، بمونید تو خیابونا. طبیعیه درگیر میشی، ما حمله میکنن، ولی هیچ وقت فراموش نکنید در برابر هر 10,000 ایرانی اینا یه دونه نیرو دارن، هیچی نیستن. ترسیدن، واقعا از شماها ترسیدن، منتها از راه دور دارن دندونای تیزشون رو بهتون نشون میدن. از دندونای تیزشون نترسید، اینا یه مش ببرای توخالی هن، پوچن، هیچی نیستن. امونشون ندید، امنیت رو بر علیهشون چیز کنید، نذارید اینا امنیت داشته باشن تو ایران. یه کاری بکنید که اینا وحشت بکنن. از صبح که میان تو خیابون وحشت کنن از شماها. نترسید ازشون. ممنونم آقای احمدی، فقط خواستم صداتون رو بشنوم. خیلی من چند سال 7-8 سال خدا شدیم تلویزیون نگاه میکنم، خیلی علاقه دارم برنامه‌تون نگاه میکنم. بعد فقط خواستم صداتون رو بشنوم. ممنون از همه کارکنان تلویزیون، خیلی دوستتون دارم. ممنون که نمیدونم چی بگم، خیلی خوشحال شدم صداتون شنیدم. ممنون از لطفتون. جاوید چه پاینده ایمان، ممنون. زنده باشه، قربون شما. بفرمایید. بله بله بفرمایید. سلام. حالت خوبه؟ الو. الو دوست دارم آقای رضا احمدی. بفرمایید. صداتون پخش میشه. بفرمایید. به عرض خدمت من خیلی سریع بگم وقتتون نگیرم. ببین الان حدودا 20 ساله یه اتفاقی که داره تو کشور میفته، یه داستان داره تو شبکه خارجی اتفاق میفته. از این داستان قبل 57 هم بوده. یه دوز هنرمنده در واقع هنرگندا، ورزشکارا، موسیقی‌زنان، بازیگران، چه میدونم شاعران مثل آقای سایه، مثل سیمین بهمانی، نمیدونم همسال همی آقای زالو، اینا رو دعوت میکردن شبکه خارجی تو سفارتخونه که بیان صحبت کنن. اینا رو کم کم مغزشون رو شستشون میدونن که آره شما گنده شدین و فلان، بیان بر علیه رژیم صحبت کنن. دارید؟ بله بله بفرمایید. بعد از رو خدمتون الان داستان یه خود فرق کرده. یه دوی تو همین داخل شالا به راست یا دروغ شروع میکنن با این رژیم زاویه پیدا کردن. به
همین زاویه پیدا کردم همین امشب، همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، اینا فردا صبح تو شبکه اینتر آشغال آیت الله بی بی سی میزشون، کارشون، خونهشون، پاسپورتشون، همه چیزشون آماده است. یه تیرون به دستشون دارم فوری هم اینا رو میادم شدن پای دوربین. آقا بفرمایید صحبت کنید، صحبت کنید. اینا هنوز ده دقیقه نشده به اینا یاد میدن که بیان چیکار کنید. آره بیان در باره به گفته خود شما دیکتاتوری نمیدونم 28 مرداد چکمه فلان و من فشار اینا صحبت کنید. این بدبخت احمق فکر میکنم که 40 سال پیشه و مردم هنوز خوابند و دیگه اطلاعاتی چی نیست. فوقشوانی صحبت های شما که اینا رو پتشونو میریزید رو آب از دست هم در نکنه مردم الان بیدارن. فقط خواهشم از این ادهی که میرن اینه گول این حرفا رو نخورید. همین فرصتی هم که دارید غنیمت بشمارید. ببینید دیگه الان گذشت این که شما بگید آقا من با شاهزاده رضا پهلوی هم زاویه دارم. الان مردم گروه های خارجی خارج از کشور، این کمپوزیسیونی که شما میگید، ببینید من دارم به همه این شبکه ها میگم، آقای شریعت مداری بگیر، از اون آقای آرام افعیز حیف اسمشون رو بزن، آقای افشار بگیرید، اون آشغالی که آمد پنجشنبه تو برنامه آمید یه مستند داشت با محمد رضای پهلوی، بعد اومد اون سخنان چرت و برگشت گفت. من خطاب به همه اینا میگم ببینید یه لقمه نون بخورید، همین یه ذره راه باری که هم که باز شده برید خدا شکر کنید که شاهزاده رضا پهلوی این رهبری رو به عهده گرفت که بیاد پا بذاره میدون و مردم رو نجات بده. به خدا شما الان 20 ساله آقای اونه کسایی که ادعای سیاسی بودن میکنه، از آقای نوریزاد بگی، سازگارا بگی، نمیدونم همین اینا که اسم بوده، از آقای زالو همسال اونا بگی، همین داخل گرفته چه خالش. به خدا مردم برای شما ترم خورده میکنن. شما اگه بگید برید مردم یه بشکن بیرون بزنید، آقای تریاکزایی که میگی، آقای منگلزاده بگی، از اون همه سرشار که اون مزخرفات میگه، همین اینا، از خواننده ها بگیرید، همین آقای اقبالی که الان داره تازه جون داره ولع برش میداره که نکنه یه موقع از غافلت جا بمونه، همین اینا به پشتوانه شاهزاده رضا پهلویه. ببینید الان مردم بیدارن، دیگه دوره اختلاف نیست. اگر شما بیان در علیه شاهزاده رضا پهلوی کنید، شما به عنوان خائن حساب میشید، نه به عنوان کسی که از یه گروه سیاسی دارید حمایت میکنید. به خدا مردم شما رو اینجوری میبینن. دارم به همه کسایی که صدای منو میشنون تو شبکه خارجی میگن، برعکس شما که میگید نگاه نکنید، من نگاه میکنم، اتفاقا میگم ببین اینا دارن اینجا دروغ میگن. ببین الان میاد 5 دقیقه صحبت میکنه، اصلا قبل از اینکه صحبت کنه به خدا همیشه به خانم من میگم، میگم ببین الان 5 دقیقه صحبت میکنه بعد برمیگرده دیکتاتوری فلان. یعنی تمام مردم مطمئن میفهمن اینتر آشغال بی بی سی حتی برنامه‌های مستندی که میذاره، از شاعرها بگیرید، از هنرمندا بگیرید، قبل انقلاب بگیرید، الان بگیرید، من 70 سال پیش میگیرم، همه جهت داره. من متوجهم که دارید یه ذره ذره میخواید ریشه رو بزنید، میخواید مردم رو ناامید کنید، ولی کور خوندید، مردم بیدارن. توجه اگه خب حالا اجازه بدید آقای دوست عزیز، دوست عزیز، دوست عزیز، یه لحظه اجازه بدید خواهش میکنم، دست بردارید مردم. آقای مهندس بهشون بگید یه لحظه قطع نکنم، خواهش میکنم. اینا رو شما اینا رو چیز میکنید، افشا میکنید، ممنون میشم. فقط خواهش دارم شما بعد از افشاگری یه برنامه میذارید که مردم بیان دینا دریوری بگن و مطمئن بشن که مردم پشت شما هستن. یک لحظه گوش کنی، یه لحظه فرمایشات شما رو ما شنیدیم کاملا. هم با یک سوال میکنم کوتاه فقط جواب بدی، شما چند سالتونه؟ من متولد 54م، خوشحالم که 3 سالم رژیم شاهنشاهیه. متولد 1354؟ بله. خیلی ممنونم ازتون، لطف محبت کردید. بذارید یه چیزام بهتون بگم آقای زحمتی، شما سرتون 100 میلیارد میارزه. باور کنید اگر ما تو کشور فرانسه، انگلستان، آمریکا و کانادا، همین 5 تا 6 تا کشور یه گزارشگر یه مجری مثل شما داشتیم، همه بساط این قندوزیسیون این آشغالا جمع میشد. به خدا 5 تا مثل شما داشتیم. تو خدا نظر خودتون باشید، بهتون خوشدار میدم، دوستانه خوشدار میدم، تو رو خدا بیرون میرید مواظب خودتون باشید. باور کنید سر شما 100 میلیارد میارزه.
یعنی اینا هیچ این شبکه ایران آریایی واقعا باید استفاده کنن چی کسی میشه. اینو به خود چابلوسی نمیگن. شما از دل مردم حرف میزنید. خب خواهش میکنم که اینا رو افشا کنید. یه خواهش هم از شاهزاده رضا پهلوی دارم، اینه که توی خودم به نظر خودشون باشن. از کسایی که ادعا دارن با درود جناب احمدی عزیز. درود بر شما. بچه ای کمی خلاصه تر بگید. بفهمید دوست عزیز. لطف میکنید. بله. الو. بفرمید. درود بر شما. احمدی درود بر شما. تایممون حد اکثر میمونه 4 دقیقه. بفرمید. درود جناب احمدی. از مسیر اونم داریم دور میشیم. ما گفتیم اگر خامنه ای امشب بمیره مردم چه عکس العملی به خرج میدن. جناب احمدی درود بر شما. درود بر شما. منم به نوبه خودم جناب احمدی از جناب وطنخواه جناب سیاوش من از خانم و بویژه شما واقعا سپاسگزارم. قربون شما. ملت ایران را به این که با وجود شما ملت ایران به این آگاهی رسیدن. واقعا مدیون شما هستیم. زنده باش. ما از کرمانشاه مزاحم شما احمدی. لطف میکنم. از بهترین روزای من است که من با شما دارم تماس میگیرم، دارم صحبت میکنم. قربون شما، لطف محبت داری. بفرمایید. حالا امشب اگه خامنه ای بمیره چه خبر میشه تو کرمانشاه؟ با خدا آقای احمدی خیلی برنامه داریم ما، واقعیتش. برنامه خوبی داریم ان شاء الله. امیدوارم که هرچی زودتر به درک واصل بشه ایشان. به امید خدا. ممنونت از دوست عزیز من از کرمانشاه. تا ابد جاوید شد جناب احمدی. زنده باشی. قربون شما. پهلوان عزیز ما از کرمانشاه. لطف محبت کردی. سپاسگزارم جناب سیاوش. شما ممنون و سپاسگزارم. بدرود. صداتون پخش میشه، صحبت کنید. الو. بفرمایید. درود بر شما. درود بر شما دوست عزیز. بفرمایید. به همدستان گرامی اینه که به قول جناب احمدی درخت‌ها ایستاده می‌میرند. همواره ایستاده و آماده دشمن ستیز باشید. ایران در اشغال بدترین دشمن تاریخ ایران است. اگر این بار ایران از بین برود جان ما چه ارزشی دارد؟ درخت‌ها ایستاده می‌میرند. نگذارید شما را به زمین بزنند. درخت ایستاده می‌میرد. زنده باشید. درود بر جناب احمدی گرامی و کارکنان تلویزیون ایران آریایی. سپاس از شما. درود بر شما. از کجا زنگ می‌زنید شما؟ الو. قطع شد. جناب احمدی درود به شما. درود بر شما. وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم. مجدد خدمتتون عرض کنم که توی رومی که به اتفاق بچه‌ها زده بودیم تا چند دقیقه پیش، چون روممون قطع شد، 140 خورده ای نفر بودیم. دقیقاً صحبتی که شما داری میکنید، تمام بچه‌ها آماده هستن که داخل ایران به امید اون، یعنی به امید این ثانیه بشینن که این دجال بی‌شرف زودتر به درک واصل بشه و مردم بریزن توی خیابون. طبق همون صحبت که اون مهربانوی عزیز کرد، روش و شیوهمون رو باید بدونیم که چطوری هستش. اول با پایکوبی و همون جشنی که شما گفتین، بعد به همون طریق بریم به مسیر جلوتر. و یه خواهشی دارم از بچه‌ها، یه خواهش دارم که تیم سازیاتون رو بکنین، شناسایی بکنین. امروز باید یعنی تو ثانیه‌های بزنگ‌های تاریخ هستین. جناب احمدی سپاسگزارم که این وقت رو به من دادین. به بچه دیگه هم وقت برسه. سپاسگزارم. پاینده ایران برافراشته با پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان. جاوید شاه. لطف محبت کردید. سپاس از شما. با من هستین آسیا بود. بله بفرد. آقا احمدی خسته نباشین. درود به شما. درود بر شما. بفرمایید. از کنم در رابطه با جواب سوالتون خواستم بگم که برای قیام مردم و برای یک خیزش و برای یک انقلاب ما نباید منتظر باشیم آقای خامنه‌ای تشریف ببرن اون دنیا. ما باید خودمون
بریزیم بیرون و هر چه زودتر کار رو تموم کنیم، چون دلیل زیاد داریم. ما باید بدونیم که 70% مردم زیر خط فقر هستن. بچه ها به قول شما بچه ها دستر به آشغال دنبال غذا میگردن. این همه جوان، چندین هزار جوان در زندان ها دارن شکنجه میشن. پس ما غیرتمون کجا رفته؟ نباید با این دلایل بلنشیم، باید منتظر شیم خامنه ای بمیره؟ این هم شور حرف آخه. اومد ما این مردک تا 40 سال دیگه هم نمرد. نه خدا نکنه. عجبا. به هر حال ما نباید منتظر باشیم کسی بمیره. خامنه ای بمیره. باید بلنشیم. بله دقیقا. همینو من منظورم، من کل صحبتم منظورم همین بود. بله دقیقا درست میفرمید. درست میفرمید. خداحافظ. زنده باشی. ممنونتم. درود به شما. نکته بسیار مهمی. آفرین. باریکلا. بر اساس شایعاتی که میگیم، میگن خب اگه این به درک واصل شد مردم عکس العمل نشون بدین، سرزب در عرض 24 ساعت رژیم رو سرنگون کنید، نذارید برن یه آخونده دیگه برای شما علم بکنن. مطمئن باشید نه مشتبه خامنه ای اون گردن کلفت دزد جنایتکار و نه کسی از طویله جماران، هیچ کس علم نمیشه. میرن یه آخونده ریش سفید میرن با 70 80 سال سن، اون میگه نه تو نه من، حالا نوبت منه. نکنید مردم، حواستون باشه، اینقدر بیتفاوت نباشید. بیتفاوتی کشور رو نابود کرد. الو سلام. بفرمایید. درود بر شما. پاینده ایران جاوید شو. درود به رضا احمدی. زنده باشید. یک پیامی دارم. یک پیامی دارم برای طرفدار علی خامنه ای. واقعا خاک بر سر کسی که به این احمق پوفیوز بگه رهبر. واقعا خاک بر سر کسی که به این لواطکار احمق بگه رهبر. واقعا این جنازه های این خلخالی خمینی، این آشغالا، جنازه هاشون باید بیاد بیرون تیربارون شه. اونایی هم که زنده هم که دیگه باید برن به درک. خون نوید افکاری، خون ندا آقا سلطان، خون تیمسار جهانبانی، خون تمام اینها، خون تمام کسایی که کشتید رو باید تقاصش رو پس بدید. جمهوری اسلامی باید بری شما، تمام کارتون آشغاله باستارد علی خامنه ای، آشغال باید بری تو طویله. خاک بر سر کسی که به آشغال بگه رهبر. با آرزوی سلامتی برای پادشاه مملکت اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم، پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما جاوید شاه، ممنونتم. آمانی؟ بله بله بفرد. خسته نباشی. میخواستم بگم چون این چند روز که وجود ما برای تشریفات میده بعد در این شاه بخشون قصه خورده. اگر برد چراغ صنعت رو روشن کرد، اطلاعات ارضی ایران رو نجات داد. خدا بشون. الو جناب آقای احمدی. بله بفهمید. درود بر شما. درود بر شما جناب آقای احمدی. من مامان دانیال هستم از کرج. به 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 خیلی 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 خوشحالیم. حالا ما هم شما رو میبینیم خوشحال میشیم. ما به خدا از احوالپرسی کم کنم برم سر اصل مطلب که وقت برنامه رو نگیرم. جناب آقای احمدی، من راجع به دو مسئله میخواستم صحبت کنم. یکی مرگ این عجوزه بود که همه واسه خودشون داستان به پا کردن، به خصوص تو فضای مجازی. اولا این زنی که خیلی در حق این کشور بد کرده، نه تنها خودشا، پدرش هم همینطور، اجدادش هم همینطور، من جمله همون نصف ملت ایرانو با وبا و اینا به کشتن دادن، در صورتی که ما تو جنگ جهانی اول بی‌طرف بودیم. ما خیلی خوشحالیم ایشون به درک واصل شد. دومی هم این بود که شما سوال کردین اگر علی شیره‌ای بمیره چی میشه. ننش عجوزه که مرد، بچه‌هاش هم دارن پی خودش میبرن دیگه. به نظر من اولا ایشون مرده، میخوان زمانی اربعین و اینا بیان به مردم اعلام کنن که این مرده، ربطش بدن به این علی متفقین و حسین و اینجور داستانا.
دارن کارا رو انجام میدن، ما شبا بشینه، ولی کور خوندن. ما الان تنها کاری که باید بکنیم مردم خودمون رو آگاه کنیم. به محض اینکه اعلام شد این گور به گور شده، ما کف خیابونا همه باید پرچم بیارن، هر کی داره عکس اعلی حضرت رو بیاره. یه شعارم داریم: پهلوی به ایران برگرد. تموم شد. ما فقط پهلوی رو میخواید، جز اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم هم هیچ کی نمیخواد. این آخون بیاد، اون آخون بیاد، احمدی نژاد علم کنی، اینو علم کنی، مشتبه علم کنی، نداریم. شما الان 45 سال برادریتون رو ثابت کردین، ما هر روز بدبختر شدیم، هر روز بیچاره تر شدیم، آبرومون در جهان رفت، هیچ که ما رو آدم حساب نمیکنه. میگی ایرانی، میگه تروریست. این خانم روزیتا از تهران درست‌ترین حرف رو زدن. خونه هم نمیریم، شبانه روز کف خیابون. یه سری هم باید بسیج بشن، هماهنگ بشن، به ما آب و یه لقمه غذا واسه اینا که تو خیابون هم دارن. گذشت از این، همه میتونن محله های خودشون رو شلوغ کنن، یه جا تجمع نکنین که اینا نیروهای سرکوب کرده بیارن اونجا. همگی باید بریزین تو محله های خودتون، کلانتری ها و پایگاه بسیجای محله های خودتون رو بگیرید. اونا هم اگه زدن شما هم بزنین، کشتنتون شما هم بکشین. دیگه تموم شده، دیگه واقعا ما هم خسته شدیم. تا به کی بشینیم این آخون دروغ بگه، اون آخون دروغ بگه، اینو علم کنن، اونو علم کنن واسه ما؟ دیگه الان باید ملت ایران برای سرنوشت و آینده خودشون و آیندگان خودشون تصمیم بگیرن. بس دیگه، خیلی خیلی ببخشیم، ما متاسفیم که انگلیس میاد ما رو به این بر میچرخونه، آمریکا اون بر میچرخونه، عربا این بر میچرخونه، روز بر میچرخونه. مرگ یه بار، شیبنم یه بار، تموم شد و رفت. این دفعه دیگه خودمون تصمیم میگیریم، ما آخوند نمیخوایم، فقط باید پهلوی برگرده. زمانی که من خودم پادشاه قانونی کشورم، خارج از کشوره، من اونو برمیگردم به ایران، دنبال کس دیگه راه نمیافتم. همه هم با هر کیم، بچه ها پرچم شیر و خورشید داره، عکس اعلی حضرت داره، اولی حضرت داره. به محض اینکه گفتن خامنه ای گور به گور شد، همگی با همین عکس ها و پرچم ها بیاین تو خیابون. دیگه یک بار باید بدونن دیگه نمیخوایم. تموم شد، همین رو بس. ببخشید وقت برنامه تون رو گرفتم جناب آقای احمدی. آقا دانیال هم قراره براتون بایس بد، آقا دانیال هم قراره تو تلگرام براتون بایس بفرسته، یه نامه نوشته واسه اعلی حضرت. ایشالا در اسرع وقت خدمتتون میفرستم. آینده ایران جاوید شاه. جاوید شاه لطف کردی سرکار، لطف و محبت کردی، خیلی ممنون. خداحافظ شما. الو بفرمایید. آقای احمدی. بله بله. آقا درود بر شما. آقا من میخوام یه خود صحبت جدی بکنم. من میگم که اونایی که وامیستن نگاه میکنن، تماشاگر هستن، دوم که اونایشون بیشتر از اونای بسیجا پاسداره هستن. وقتی جا 2 میلیون از هر شهری بیان بیرون و هیچ کاری نمیتونه بکنن، چون خود همین گروه های بسیجا پاسداره هستن که میخوان اینشون برگرد. ولی میگم مثلا سن مثلا برن تو خیابون اونا در ازاد سرباز فرسنن، خب معلوم میگه خوش شد چکار کردی. ولی اگه 5 میلیون آدم، 2 میلیون آدم بیا تو خیابون، خب یعنی تفنگشو میذاریم میره. از اونایی که نظارگر هستن، خاموش هستن، گناهش و عبسیجه بیشتره. ای ملت، شما شناسایی کنین اون کسایی که از پشت پنجره نگاه میکنن، با شما نمیان، شما اونا رو بپایین. بعدشم بخوام درود بفرستم به مردم قهرمان پنشی که دور تا دورشون بستن علف میخورن تو بیابون، ولی گفتن تا آخرین قطعه من از سرزمین میجنگه. همچنین مردم اوکراین جلو ابرقدرتی مثل روسیه بایستدن. کاش یه خدای غیرت مردم پنشی و اوکراینیا تو تن این ملت 7-8 میلیون غیرت بود. خیلی ممنون، باید شما درد نکنه. صحبت کنی صدا. درود به شما آقای احمدی عزیز. درود به شما آقای احمدی، از شما سپاسگزاریم بابت اینکه به ما جوونها درس میهن پرستی، درس شاه پرستی دادید. آقای احمدی روان و پدر و مادر عزیزت شاد. آقای احمدی قربون شما، لطف دارید. بوسه بر اون دستای پر از مهرت میزنم آقای احمدی. خواهش میکنم، لطف دارید عزیزی، ممنون. علی شیره‌ای هم به درک واصل بشه
ملت بزرگ ایران باید بیان تو خیابون کارو تموم کنن، وگرنه یک کثافت آشغال دیگه میذارن جاش. ملت بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران، کار آخوند تموم شده. بریزید تو خیابون خودتونو نجات بدید، بریزید تو خیابون خودمونو نجات بدیم، از این زندگی کثافتوار نجات پیدا کنیم. تا کی بدبختی ببینیم مخصوصا ما جوان ها؟ آذربایجان، کرمانشاهان، کردستان، بندرعباس، خراسان بزرگ، بریزید تو خیابون، خوزستان، بریزید تو خیابون کارو تموم کنید. ملت بزرگ ایران، بریزیم تو خیابون ظرف 24 ساعت اعلی حضرت سیروس رضا شاه بزرگ بیاد نجاتمون بده. آقای احمدی، تا کی بدبختی؟ جوونا رو آگاه کنید، هم سن و سالای خودتون رو آگاه کنید، نترسید، محکم بیسید، پشت سر پادشاهتون باشید، حس میهن پرستی رو در خودتون، در بین دوستانتون تقویت بکنید و این زمینه ها رو آماده داشته باشید و با یک تلنگر همتون بریزین تو خیابونا. نترسید از آخوند، آخوندها شما ترسیدن، تمام فک و فامیلشون رو فرستادن خارج از کشور، با پول شما ملت دارن بهترین زندگی رو میکنن. امون به آخوندها ندید، امنیت رو از سر از زندگیشون ببرید، کاری بکنید که هر کدومشون، پاسدارشون، نیرو انتظامیشون، آخوندش، نمایندهشون، هر کدومشون اینا صبح از خونه میان بیرون بدونن تو اون مملکت امنیت ندارن. بس دیگه بچه ها، وارد مرحله براندازی بشید. بس دیگه حرف، بس دیگه تفسیر. درود به شما جوون عزیز، ممنونتم، لطف کردی. دقیقاً درود به شما آقای احمدی، سپاسگزاریم از تمام ایرانیان میهن پرستی که در خارج از کشور سنگرمون رو نگه می‌دارن. درود به همه عزیزان، از اروپا بگیر، آمریکا، از استرالیا، همه عزیزانی که کمک می‌کنن. شما عزیزان کمک کنید تلویزیونو به ما جوان‌ها دلگرمی بدید. دست تک تکتون رو می‌بوسم، قربونتون برم، روی ماه همتون رو می‌بوسم. لطفاً لطفاً سنگر ایران آریایی رو نگه دارید عزیزانی که در خارج از کشور هستید. به عنوان یک جوان از طرف تمام جوانها ازتون خواهش میکنم تلویزیون ایران آریایی، سنگر ایران آریایی رو حمایت کنید، ازتون خواهش میکنیم. درود به شما آقای احمدی، درود به سیاوش عزیز، درود به آریان وطنخواه عزیز، روی تک تکتون رو میبوسم به امید روزی که در تهران آقای احمدی بوسه بر اون دستای پر از مهرت بزنم، مرد خستگی ناپذیر. درود بر شما، به درود. زنده باشی، قربونت برم، روی ما همتون میبوسم، همدیگرم میبینی توی میدون شهیاد، کارشون تمام، خیالتون راحت باشه. سپاس از لطف قربون شما، پاینده ایران جاوید شاه، تا ابد جاوید شاه، بدرود. جاوید شاه زنده باشی، بدرود جاوید شاه. صداتون پخش بفرمایید. صداتون پخش میشه، صحبت کنید. الو، درود بر شما جناب احمدی. من درود بر شما، میخوام به این هموطنان بگم نگران آزوه در هنگام مبارزه نباشید. هر خانه آخوندی را شما بروید جستجو کنید، پر از انواع اقسام خوراکی ها، مواد غذایی، پول، همه چیز در هر خانه آخوند پیدا میشه. هم سنگرش، هم انبار آذوقه‌ای است که از شماها دزدیدن و به خانه آخوندها بردند. این را هم بدانید و دنبال آذوقه در خانه های آخوندها بروید و اونها را بین خودتون و دیگران تقسیم کنید. درود بر شما از آمریکا. سپاس از شما. صحبت کنه ازده. الو، من از ایران زنگ میزنم. صحبت کنید میشنوید. با سلام و درود بیکلام بر شما جناب آقای رضا احمدی بزرگوارم، خسته نباشید و همیشه سالم و سلامت باشید. مهیار عزیز من از کرج. بله مهیار جان، بگو بله. ببینم حالت خوبه؟ مرسی. ببین همه دوست دارن صدا تو پخش میکنن.
مرسی، دستون درد نکنه. ما هم با این کارهای کوچکه بود ایران رو آزاد کنیم. بله، شما هم با نقاشی بکشید و جاویدشا بنویسید با دوستانتون و شما هم دارید زحمت میکشید دیگه. ببینید مردم دوستتون دارن میان، بعد به خاطر شما پول میدن به سنگر ایران آریایی و ببین چقدر کاراتون قشنگه، چقدر مردم دوستتون دارن. حالا پیامت هم بده منم گوش بکنم. مهیار عزیز من از کرج، چند قد با اجازه شما صحبت کنم؟ بگو گوش میکنم، خواهش میکنم، بگو. با درود به روان پاک دو ابرمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضاشاه بزرگ و خدایگان شاهنشاه آریامهر بزرگ گردشداران، من مهیار 8 ساله سرباز وطن به تمامی زحمتکشان تلویزیون ایران آریایی و جاوید شاه بلند خسته نباشید میگویم و بابت زحمتشون قدردانی میکنم و از تمام میهن‌پرستان که کمک به این سنگر ایران آریایی نموده اند که این سنگر امید و چشم و چراغ همه میهن‌پرستان است، کمال تشکر و سپاس را دارم. و ما سربازان اعلیحضرت فیروز رضاشاه دوم پهلوی سوم گوش به فرمان پادشاهمان بوده و هستیم و انشاءالله به زودی زود با یاری و تمام میهن پرستان خائنین وطن و ناپاکان را به زباله‌دان تاریخ بریزیم و ایران عزیزمان را نجات دهیم و ایرانمان را چراغانی و گلباران کنیم و شاهد تشریف فرمایی اعلیحضرت شاهنشاه عزیزمان و اولیا حضرت شعبانوی پهلوی این مادر تاجدار ایران زمین و تمامی عزیزان باشیم تا ایران ما روی شادی و سازندگی را لمس کند و انشاءالله به زودی زود بزرگترین جشن ما در میدان شهیاد تا کاخ سلطنتی ادامه دار خواهد داشت. پاینده ایران تا ابد و همیشه جاوید شاه. باریکالله جاوید شاه. روزی که اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم اومد ایران، تو از طرف همه بچه‌ها یه دستگل میگیری میری فرودگاه و خیر مقدم میگی به شاهنشاه. آفرین به تو مهیار عزیز. با تمام آخه چش عزیزت بیبره قربونت، مرسی ازت، روی ماهتو میبوسم مهیار جان، خیلی ممنونم ازت. شب بر شما بخیر و شادی جناب آقای رضا احمدی. شبت بخیر، خیلی ازت ممنونم، مرسی مهیار جان، مرسی از لطفت، خیلی ممنونم ازت. خدا نگهدار. قربان تو، خدافظ، شبت خوش. درود شما آقای احمدی. درود بر شما. صحبتم رو شروع میکنم با سپاس از خاندان پهلوی ایران ساز. باید یه جمعه به ما بفرمید. درود بر شما، بفرمید. شروع میکنم با سپاس از خاندان پهلوی ایران ساز. ببینیم ما بعد از این 43 سال متوجه شدیم کسایی که دارن مبارزه میکنن اسم شما یه موقعی اسمشون میذارین جمهوری خواه، به نظر من دیگه جمهوری خواه وجود نداره. افرادی که چپ و راست و منقلی و ملی و این صحبت ها بودن برای اینکه برن تو پوست و جلد دیگری بتونن به ماها خودشون رو بقبولونن، امروز به عنوان جمهوری خواه خودشون معرفی میکنن. ما هیچ گروه و حزبی در گذشته و امروز نداشتیم و نداریم به عنوان جمهوری خواه. اینا همه وطن فروش های همون 57 بودن، همون منفقید های جندی و کثافت 57 بودن که امروز یعنی مجاهد و نمیدونم چپی و راستی و ملی که امروز در پوست
خودخواه خودشون معرفی میکنن. در پایان صحبتی میکنن راجع به این دوستانی که راجع به واقعا مخالفت میکنن با گفتار و صحبتهای شهبانو فرح و ولیعهد گرامی. ببینید من فکر میکنم دیگه جای این گذشته بعد از 43-44 سال همه متوجه شدن که صحبت ها اینا پر از اندیشه و گفتار و تاریخ یانه. باید دیگه بس کنن، یه بند خجالت بگشن از این صحبت ها. در پایان یه صحبت دیگر اضافه کنم، ایرانیانی که تر ایران هستن دیگه نبایستی بذارن آخوند مولا بیرون ساده از گلوشون بره پایین. تو خیابون فقط این امامتشون رو بردارن فرار کن. همون ما فقط بایستی به اینا امون ندیم، به هیچ ملایی در هیچ زمانی نبایستی بذاریم آسوده زندگی بکنیم. مرسی این وقتی که من دادیم آقای احمدی. بدود به شما، زنده باشی، قربون شما. الو الو، بفرم. درود بر شما استاد بزرگوارم جناب آقای رضا احمدی بزرگوار. درود بر شما همیهن عزیز از آذربایجان، سرباز همیشه زنده، سرباز همیشه وفادار و بسیار فعال. درود بر شما، بفرمایید. سپاسگزارم از شناختی. جواب سوال شما، اما مرج برای این دیکتاتور آرزو می باشد. این رهبر شب و روز آرزوی مرگ می کند. ایشاءالله با قیام ملی و بازگشت شاهزاده به میهن توسط دادگاه های ملی میهنی که توسط شاهزاده عزیز تعیین می شود به حساب این جنایتکار رسیدگی شود. سید علی، این روز نزدیک است، بترس از این روز. جاوید شاه. آذربایجان اویاخت شاهنشاهت دایاخت. زنده باشه. بازم عواملیت ساکش بوشم. جانم متوجه نشدم. عواملیت در خدمت هستم. قربون شما، لطف محبت کردید. خیلی ازتون ممنونم، خیلی ازت سپاسگزارم. هم میهن بسیار فعال و عزیز ما در آذربایجان، درود به شرفت، خیلی ازت ممنونم. خواهش میکنم جناب آریان وطنخواه، مدیریت محترم، جناب مهندس سیاوش، کلیه پرسنل ابواب جمعی میهن‌پرستان و مشروط خواهانی که شما دو بزرگوار قبولشان داری، درود و مرا بفرست از آذربایجان. به درود تا ابد جاوید شاه. زنده باشه، خیلی ازت ممنونم جاوید شاه، لطف محبت کردی. سپاسگزارم، خدا. درود به آقای احمدی گل. درود بر شما، دارم سلام و درست باشید. آقای احمدی، آخون مادرش رو از دست داد، آخون مادرش رو از دست داد، ملکی اسلام به درک موفق شد، حالا پدرشی داره از دست میگه. اینو به تمام ایرانیان تبریک میگویم. مرگ بر تو جمهوری اسلامی شپشون. جاوید شا، جاوید شا. درود جناب احمدی، درود به همه میهن پرستان، درود به همه ایرانیان. من الان از طرف یه لایو 150-160 نفره که داشتیم برنامه شما رو تماشا میکردیم تماس میگیرم. صدامو دارید جناب احمدی؟ بله 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 بله. بعد میخواستم عرض کنم خدمتتون که به نظر من این گوجستی مرده، به درک واصل شده، فقط نمیان اعلام نمی کنن و منتظرن که نیروهای خودشون از عراق برگردونن بعد اعلام کنن. در هر صورت ما باید آماده باشیم، هر لحظه آماده باشیم که بریزیم تو خیابونا و خودمونو مسلح کنیم با شیلنگ و میخ، با مسیر موتورسوارا رو با لیست کردن از طریق روغن سوخته و این چیزا، موتورسواراشونو که میخوام به مردم سرکوب بکنم، مردم رو اونا رو از پا در بیاریم. دقیقا. هر روز باید آماده باشیم جان. دقیقا دقیقا، کاملا درست میگی، باریکالله، آفرین. هر لحظه باید آماده باشیم، کوکتل مولوتوف رو آماده کرده باشیم. حتی آفرین. شده اینا چون میخوام بیان بزنم ما رو، ما باید بزنیم که دوباره قاب به دستا رو زیاد نکنیم، مادران قاب به دست، مادران داغدار، مادران دادخواه زیاد نکنیم.
همین چند روزه که 5-6 روزه که جلوی دادگاه تهران، جلوی زندانه کرج و تهران مردم، کسایی که عزیزاشون رو میخوان اعدام کنن، اومدن اعتراض میکنن و اونا رو هم دارن باز امروزشون سرکوب میکردن. بله بله آفرین، آماده، بسیار بسیار نکته قشنگ و حساسی رو گفتی، آفرین. مردم باید همیشه در حالت آماده باش باشید، ما در شرایط جنگی هستیم مردم، همیشه در حالت آماده باش باشید که هر لحظه بتونید بریزین تو خیابون تکلیف رو روشن کنید. آفرین بر این. حتی اگه نمردم ما باید خوشحالتر باشیم که بتونیم محاکمش بکنیم، بتونیم به دست قانون بسپاریم، بتونیم محاکمش بکنیم. باید جواب پس بده، با مردن تموم نکنه. آفرین، باریکالله، آفرین، ممنونتم، لطف کردید، مرسی. خواهش میکنم، قربان شما، بای جدا، زنده باش، بدرود، بدرود، شبت خوش. امان هستین؟ بله بله، بفرمید. با درود خدمت آقای احمدی، سلام خدمت ایران آریایی، من روبرت هستم، خسته نباشید، خدمت شما. خواستم چند نکته رو تذکر کنم، یعنی البته الان 11 سال این تلویزیون داره کار خودش رو انجام میده به نحو احسن، از احسن هم بالاتره، و آقای احمدی واقعا کاری کردن کارستون برای ملت ایران، ولی هنوز هیچ حرکتی انجام نمیشه. پس ملت توجه داشته باشن، اونایی که میان پرست هستن این نرین تو این، من اصلا نمیدونم کلاب هاوس کجاست، نرین تو این چنل ها که بی بی سی و نمیدونم اینا آشغال دونی هم. باید توجه داشته باشید، تنها سازمانی، تنها تلویزیون رادیویی که به ملت ایران خدمت کرد تلویزیون ایران آریایی بود، هستش و خواهد بود. و بی بی سی به ما خیانت کرد در سال 57، شب مردم همه پشت رادیو بودم گفت او جوانان قیور ایران فردا به اشتاتابات خواهند رفت و اشتاتابات رو تسخیر خواهند کرد و هیچ کس نمیخواست بره اشتاتابات، اونا انقلاب رو صادر کردن به توسط بی بی سی. و اینکه خامنه ای مرده باشه و یا زنده باشه، به نظر من اولا که برای من شادی بود که مادر بزرگش فوت کرد چند روز پیش، من اینجا جشن و سرور رو انداختم، ولی اینها کاش زنده باشن که در دادگاه های انقلابی محاکمه بشن. و امیدوارم که جوانان ایرانی که در داخل ایران هستن، خواهش میکنم به هوش بیاین، بس دیگه این بچه بازی هایی که آقا این یعنی آقای احمدی رو خسته کردیم، یعنی واقعا اتمام حجت کنیم. آقا ما یک هدف داریم، بنده الان مثلا میخوام برم یه ماشین بخرم، یه مرسدس، ایده من مرسدسه، دسته نه پورت میخرم نه شعبی میخرم، هیچی نمیخرم، ما ایدمون راهمون رضا پهلویه، شعارمون خدا شاه میهنه و جاوید شاهه، دسته هیچ راه دیگه نمیریم، نمیریم تو این فروشگاه بریم، تو فروشگاه ما راه ما رضا پهلویه، یک میهن پرست واقعی باید اینطور باشه. و امیدوارم که از حرف زدن و این شعر گفتن و اینا یکم بکاهیم، بر عمل بیفزاییم، وقت عمل الان. و امیدوارم همه جوانانی که در ایران هستن توجه کنیم، ساتلایت این من نمیدونم با چه دستگاهی در ایران الان برنامه رو میبینیم، ولی سعی کنیم اینا رو افزایش بدیم، تو مردم افزایش بدیم، اگر حتی از چیز خودتون بخریم برای اونایی که ندارن افزایش بدیم، که مردم بتونن تلویزیون ایران آریایی رو بیشتر ببینن. این یعنی برنامه باید که گسترش پیدا کنه در ایران، اگر گسترش پیدا نکنه نمیتونه به مردم ایده خودش رو برسونه. و امیدوارم که
به روزی باشه که ما همه در میدون شهیاد جمع بشیم و از پشت سر اعلیحضرت همونطور که آقای احمدی فرمودن بارها و بارها. ببینین در جنگ جهانی دوم اولاغ‌ها رو فرستادن رومین، رده اول اولاغ‌ها که منفجر شدن رومین، همه اولاغ‌های بعدی برگشتن دیگه نرفتن رومین. آخه دورشون ببخشین، 4 سال 5 سال آقای احمدی همه چیز رو براتون شکافت. همه چیز معذرت میخوام، بقیه لحظه معذرت میخوام. بعد از 5 سال اگر کسی نفهمیده هم نفهمه بهتره. با درود و جاویدشا به خدا میسپارمتون. سپاسگزارم. سپاس از شما، خیلی لطف و محبت کردید. جاویدشا. الو، درود بر شما آقا رضا. درود بر شما آقا رضا. من امیر حسینم، از شاهرود تماس میگیرم. فدات شم. زنده باشی از شاهرود آقای امیر حسین عزیز. بله. ما بفرمایید. سلامت باشی آقا رضا. ما اول برنامه که گفتی بچه های شاهرود، واقعا باعث افتخار شد واسه ما و در خودمون دونستیم که دوباره مزاحمت بشیم و دوباره چند کلام باید صحبت کنیم، با هموطنامون صحبت کنیم. آقا رضا، من به چند تا صحبت با مردم داشتم. اول با دم خودتون گم بابت کلیپایی که برای اعلی حضرت درست میکنین و واقعا باعث غرور ما میشه، باعث افتخار ما میشه که همچین شاهنشاهی ما در ایران داشتیم و باعث میشه دروغای جمهوری اسلامی برای ما همیشه رو بشه. هر روز این دروغایی که دارن توی تلویزیون رسمیشون اعلام میکنن، دروغاشون برای ما لو بره. آی مردم ایران، ملکه انگلیس که مرده نافش به خامنه‌ای وصله، مرگ خامنه‌ای هم نزدیکه. حواستون باشه، هنوز که مجتبی به تخت نشسته باید تکلیف رو روشن کنیم. آهای مردم، آهای جوانای نسل ما که سوختیم به خاطر لجبازی های خامنه‌ای، به خاطر لجبازیاش با آمریکا جوونیمون به باد رفت، زندگیمون به باد رفت. نذاریم بچه‌هاتون بسوزن. خواهش میکنم به خودتون بیاید. بعد از اینکه خامنه‌ای به درک واصل شد، بریزین توی خیابون و نرید خونه. آهای مردم سرمایه‌دار، آهای سرمایه‌دارای ایران، داخل مردمی که داخل خیابونه رو بهشون تغذیه بدین، نهار و شام بدین، نذارین برن خونه‌هاشون. از الان باید همه اینا رو تکلیفش رو روشن کرد که با برنامه ریزی بریم جلو. ما کمتر از مردم عراق نیستیم، به خدا ما کمتر از اونا نیستیم. ما نسل کوروشیم، ما نسل کوروش کبیریم. به خودتون بیاین مردم. قبل از مرگ خامنه ای باید روی اسکناسا بیشتر شعارنویسی کنیم، باید روی دیوارها شعارنویسیمونو بیشتر کنیم. ولی اگر دیگه، ولی وقتی که به درک واصل شد دیگه باید بریزیم تو خیابون. دیگه شعارنویسی بسه، باید بریزیم تو خیابون، تکلیفشون رو یکسره کنیم. آقا رضا، ما بچهای شاهرود به خاطر بی‌عدالتی‌هایی که برامون ایجاد شده، خونمون دیگه به جوش اومده. آقا رضا، من حالا زودتر حرفامو تموم میکنم تا برای بقیه عزیزانم چیزی باشه، یک وقتی باشه که بتونن صحبت کنن، شاید نکته مهمتری بگن. دم شما گرم آقا رضا، با این برنامه خودتون. آقا رضا، ما بچهای شاهرود همیشه برنامهاتو نگاه میکنیم. امکان نداره شما برنامه داشته باشی و ما دور هم جمع نشیم اونو نگاه نکنیم. آقا رضا، آخرش هم من میخوام یک جمله به خودت بگم، مخصوص خودت، به زبان آلمانی. آقا رضا، که فکر نکنیم مایی که طرفدار تیم آقای مثلا مردم ایران، ما همه آدمای تحصیل کرده ای هستیم. به خدا آدمایی هستیم که دیگه آخر خطیم، همه مهندس، دکتر، اینجایی که تو این جمع نشستیم. فکر نکنین مثلا آدمایی هستیم کم سوادیم. آقا رضا، وی آر وردن گوینن هیر رضا. آقا رضا، ما پیروز میشیم. داشتیم 100% 100% حتما پیروز میشیم. ممنونم ازت. بدرود داشتون آقا رضا جاوید شا. ممنونتم بچه های عزیز و گل شاهرود، خیلی ممنونم از لطف محبتتون. قربونت برم، شبت خوش، لطف محبت داری، زنده باشی. مرسی. الو، بفرمایید. درود بر شما. درود و سپاس خدمت آقای احمدی. درود بر شما. الو، بفرمایید. صداتون پخش میشه.
درود و سپاس خدمت آقای احمدی بزرگوار یا تمامی دستان و کاران شبکه ایران آریایی فرمان شبکه ایران پرست. خدمت شما بزرگوار جناب آقای احمدی عرض کنم که هر ملتی باید از گذشته خودش درس بگیره. بله. این شورش 57 با تمام مصیبت هایی که وارد کرد به سایه سرزمین ایران و ملت ایران، ولی یه پند و اندرزی هم داشت، اینکه اول از هر چیز جنس کثیف و ملا و آخوند رو نمایان کرد. نشون داد که الو بفرمین الو نشون داد که این آخوند چقدر ضد ایرانی هست. دوم اینکه هواداران آخوند ها هم اونایی که به قول خودشون با شاه ضدیت داشتن از روی غرض کینه چهره آنها هم نمایان کرد. ملت ایران فهمید این ابرمرد تاریخ آریامهای بزرگ با چه کسانی در داخل بخصوص در داخل باید مبارزه میکردن. این بزرگمرد خدای ایران زمین، مردی که در تمام عمرشان فقط حرفش وطن پرستی بود و مردم دوستی. در مورد سوال برنامه خدا کنه که این خبر دروغ باشه آقای احمدی، چون که ملت بزرگ ایران باید محاکمه این دجال مشاهده کنه و تنها راه نجات ملت ایران هم از این فرقه تبهکار آمدن در کف خیابان هستش آقای احمدی. اگر ملت در کف خیابان حاضر نشود، همانطور که در موقع خروج آن خدای ایران زمین آریامهر بزرگ در آن روز شوم می آمد به فرودگاه و مانع خروج آن خدا نشد، باعث شدن که بیگانگان خمینی را وارد کنند بر ملت ایران. آن اتفاق تا اینجا باز هم چنین خواهد شد اگر این اتفاق نیفتد. اگر این اتفاق نیفتد و مردم حاضر نشوند که خیابون، باز هم یکی همانند خمینی بر ما غالب خواهند کرد. و در آخر های عملی حدودا یه 3-4 ماه هستش که ما نمیتونیم نقاشی بچه ها رو برای شما ارسال کنیم خدمت جناب عالی. با سپاس فراوان اگه بتونیم تلگرام خودتون رو چک کنید ما ممنون میشیم های عملی. از باشه چیش بله بفرستی تو همون آدرس تلگرام، حتما من پخش میکنم با کمال میل. ما ممنون. الان 3-4 ماه بچه ها نقاشی میکشن منتها ارسال نمیشه برای شما. ما ممنونیم. نمیدونم دیگه به هر حال اشکال از کجاست، من متاسفانه در این رابطه نمیتونم کمک کنم، ولی حالا سعی کنید بفرستید. خیلی ممنون. من با کمال میل خیلی پخش. ممنون از وقتی که به من دارید، بسیار سپاسگزاریم. خواهش میکنم، لطف کردی، قربون شما، مرسی. بچه‌ها رو عزیزم میکنم درود بر شما، خداحافظ شما. خداحافظ. شب شما خوش. شب خوش. الو من صحبت کنم؟ بله بفرمایید. درود بر جناب آقای احمدی عزیز ما. زنده ما از خوزستان تماس میگیریم. لطف میکنی. و همواره پشت سر اعلیحضرتمان هستیم. حالمان تو ایران خوب نیست، ولی به امید روزی که پهلوی برگردد داریم زندگی میکنیم و امیدوارم که این جنایتکار تاریخ روزی به دست ما بیفتد که ما بتوانیم لقاس خون شهیدان و عزیزانمان را از ایشان بگیریم. تا ابد جاوید شاه، تا ابد جاوید شاه. زنده باشید، ناراحت نباشید، انتقام خونتونم، خون جوانامونم از اینا میگیریم، نه فقط از این شیره ای، از بقیه آخونده، از همه اون جنایتکاران. اصلا هم ناراحت نباشید، با اینطور اجازه ندید این غم و افسردگی و این چیزها نذارید تو شما نفوذ کنه. شما یه ملت بزرگی هستید و همچنان باید یه ملت بزرگی باقی بمونین. انتقام اون بلایی که بر سر خوزستان عزیز آوردن، بر سر کردستان، بر سر سیستان و بلوچستان، سایر استانهای مملکتون، انتقاممون از آخوندها میگیریم. اصلا نبرید، اصلا این غمو به خودتون، اندوهو به خودتون راه ندید. درست میشه خواهر عزیز؟ با امید آن روز ما هستیم برای بازگشت پهلوی به ایران. و من از تمام مردم ایران میخوام که تنها برگ برنده رو نذارن بسوزه و تنها تیر در کمان ما پهلوی است. اگر این تیر به خطا رفت، تمام ایران به خطا میره و تمام ایران نابود میشه. تا ابد جاوید شاه. ما از خوزستان و
فقط منتظر بازگشت خاندان ایران ساز پهلوی هستیم. به امید خدا درست میشه، مطمئن باشید. شما بچه های غیور خوزستان، بچه های خونگرم خوزستان مطمئنن در کنار سایر همیانان عزیز علازت رو به ایران برمیگردید. من یقین دارم، مطمئن باشید به زودی زود در سراسر خوزستان، در سراسر ایران جشن بزرگ ملی ایرانی ها برپا خواهد شد. شک و تردیدی نکنید، فقط محکم باشید و قربون شما بانوی گرامی، مواظب خودتون باشید و خندرم فراموش نکنید. بخندید شما بانوان ایرانی، بخندید، شاد باشید، برقصید، برقصید، شاد باشید. حتماً، شما بانوان ایرانی بزنید دهن این اسلام و ناخدا. موفق باشید. خیلی ممنون. ایران جاوید شاه. جاوید شاه، جاوید شاه با اون سازای قشنگ محلی خود. دوست باشید. من خواستم پخش کنم که صحبت کوتاهی داشته باشم برای آمادگی بیشتر. اولا که حیف این لباد کار بمیره. ایشون باید سرنوشت قذافی رو پیدا کنه. ولی اگر خبرها درست باشه که این شیوهی مرده باشه، بعد از اعلام خبر ثبت شدنش این حرومزاده ها میخوان برای خاکسپاریش بزرگ نمایی کنن و تمام نیروهای جیرخارشان را در این راستا به کار میگیرن. پس ملت باید هوشیار باشه و در اون زمان ملت قهرمان ایران باید در این فرصت مراکز مهم دولتی، فرودگاه ها، رادیو تلویزیون، زندان ها، پادگان ها را اشغال کنند و تمامی زندان ها، زندانی ها را آزاد کنند. مطمئنن زیر 24 ساعت مملکت دست میهن پرستان خواهد بود. و خلاصه این که الان امام زمان ما شاهنشاه فیروز رضا شاه دوم می باشد. باید ما ایشون رو به ایران برگردونیم. ضمناً برای افراد مذهبی باید بگم که نوید عفاری، پویا بختیاری، ندا آقا سلطان و خیلی دیگر از این مبارزین، اینها مظلومان ایران هستند. حالا یه عده پا برهنه پا میشن میرن کربلا، اوکی شما برید مهم نیست، ولی اینا حسین های زمانتونن، اون حسین ها رو دریابید. پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از لطف و محبتت، لطف کردی، ممنونت. جاوید شاه. درود بر شما آقای احمدی عزیز. درود بر شما. درود بر شما و تمام همکارانتون و بابت زحمات چندین سالتون من تشکر میکنم. از طرف مردم ایران واقعا از شما تشکر میکنم. بعد در رابطه با موضوع برنامه‌تون که مطرح کردید، مردم ایران خودشون شرایط رو میدونن، میدونن در چه شرایطی هستن. دیگه کاری نمونده که جمهوری اسلامی برای تخریب اینجا ایران انجام نداده باشه. تو این سالها همه میدونن اوضاع چیه، چه توهینا که به مردم ایران نکردن اینا. و دیگه امروز باید هوشیار باشن دیگه. پای صحبت های کسایی که وطن پرست نما هستن از خارج کشور نشینن و دوباره منتظر این حرف و چرت و پرتان نشینن که یه کمکی باید از خارج باشه، یه چیزی باشه. نه، این ما مردم ایران هستیم که تکلیف مشخص میکنیم. این ما هستیم که باید سرنوشت ایران مشخص کنیم. ما مردم ایران هستیم که اگه حرکتی بکنیم، خوشبند ما اون مأمور نیروی انتظامی، اون مأمور چیز، اونم میتونه یه حرکتی انجام بده. امروز همه شرایط برای ما مهیا، سال هاست همه ما میدونیم که جمهوری اسلامی فقط یک جسد متحرکه، یک جسدی که یه چند تا از این کشورهای غربی که نمیخوان این جسد به زور نگهش داشتن. و امروز هم دیگه چه با مردن خامنه‌ای که واقعا میتونه برای ما هم یک در اینجا کمک باشه، باید دیگه امروز هوشیارتر از همیشه کارو تموم کنیم. اگه مردم خودشون میدونن، ولی من باید یه تلنگری باشه به کسایی که هنوز نشستن و نمیخوان حرکتی بکنن، بگم که بعد از این اگه ما باز هم منتظر یه معجزه باشیم و خودمون یه حرکت انجام ندیم، جمهوری اسلامی در آینده دیگه هیچی از ایران باقی نمیمونه. دیگه هیچ آینده‌ای برای کسی نیست، چه برای اون که وضعیت خوبی نداره، چه برای کسی که
حالا میگن وضعیتش خوبه. وقتی که ایران به یک کشور بی‌آب خوش تبدیل شد، دیگه جایی برای کسی نمیمونه. مردم باید به خودشون، به آینده خودشون بیاندیشن. امروز دیگه جای نشستن نیست، واقعا باید همه کمک کنن برای نابودی این رژیم کثیف ضد انسانی. اما یه شاهزاده داریم که خارج از کشور آماده، فقط ما باید حرکت کنیم، ما نداش کنیم، ما صدا بزنیم که اون بیاد. اون سال هاست که زحمت کشیده خارج از کشور، هر کاری از دستش اومده کوتاهی نکرده، مردم بدونن. ولی خب ما مردم ایران فهمیدیم که تنها هستیم، سال هاست که تنها هستیم، فقط این روزها باید به خودمون تکیه کنیم. من باز هم از شما تشکر میکنم و امیدوارم که در آزادی ایران همدیگر رو ببینیم. ممنون از شما. زنده باشی. ممنونتون. لطف کردی. پاینده ایران جاوید شاه. لطف کردی. ممنونتون. جاوید شاه. جاوید شاه. الو. بفرمایید صحبت. بفرمایید. درود بر شما آقای رضا احمدی. درود بر شما. با سپاس فراوان از زحمات بی حد و حسابتون و همچنین از کارکنان تلویزیون ایران آریایی، میخواستم یک موضوعی رو میخواستم من در میان گذاشته باشم در راجب جمهوری اسلامی که 43 ساله داره خون مردم ایران رو تو شیشه کشیده و این همه آدم کشته، این همه جنایت کرده. اگر خانواده های این کسایی که عزیزانشون رو از دست دادن، از هر خانواده ای دو نفر حتی یه نفر اگه بخوان در همچین شرایطی بیرون بیان و اعتراضات خودشون رو به گوش دنیا برسونن، من فکر میکنم میلیون ها نفر خواهند بود در تمام این ایران زمین. چرا همچین حرکتی رو نمیبینیم؟ چرا این اشخاص میذارن خون عزیزانشون به این صورت پایمال بشه و فراموش بشه؟ من اگر برادر یا خواهرم یا پدر یا مادرم رو از دست میدادم در یک همچین شرایطی، من فکر نمی کنم دیگه زندگی بعد از اون برای من ارزشی میداشت که روی دست بذارم و منتظر بشم که دیگران میدونم از خارج یا از داخل یا این آخوند یا اون آخوند بخواد کاری انجام بده. چرا این کارو نمی کنن؟ چرا ما اینو نمی بینیم؟ چرا میلیون ها نفر که باید بیان بیرون فقط به خاطر اینکه عزیزانشون در این 43 سال از بین رفتن و کشته شدن و زجرگش کشیدن و نمیدونم شکنجه شدن، چرا به این چیز رجوع نمی کنن؟ من این سوالم همیشه از خودم می کنم، میگم این همه آدم از دست رفته، این همه آدم زندگی هاشون رو باختن و زجر کشیدن و شکنجه شدن و رپ شدن و اینو شدن، چرا خانواده هاشون از هر خانواده یه نفر دو نفر اگه بلند بشن ببینید چند نفر میلیون نفر آدم خواهند شد؟ مانو سرکار بانو، من خیلی کوتاه یک چیز مطلبی رو خدمت شما عرض کنم به خاطر این پرسشی که مطرح فرمودید. به دلیل اینکه مزدوران داخلی و مزدوران خارجی از کشته شدن این عزیزان سوء استفاده میکنن به اسم نویسنده، کارگردان، کنشگر سیاسی و چه و چه و چه، میان و مدام دارن خط مبارزه رو از ملت ایران میدوزنن. بعد شما مثلا میبینید یه آدم بی سوادی مثل نرگس محمدی و از اون بی سوادتر مثل نسرین سیتوده که مثلا میگه من وکیلم و یا امثال هم و غیر و ذالک به اسم کارگردان، به اسم چی، یا مثل اون تبرزدی، اینا میرن تو خانواده ها توی خانه این مادران و پدران داغدار رو یه عکس با اونا میگیرن. و یا مثلا این بی سوادی که در خارج از کشور هست، این معصومه، بعد طبیعتا این باعث شکاف میشه که ما یه مرتبه بگیم که این خانواده ای که عزیزش از دست داده رفته به سمت مزدوران و اینها این بازی رو بلدن. و متاسفانه بین این میهن پرستان، بین این خانواده ها تفرقه ایجاد میشه، به طوری که یه مدتی رو جریان
خانواده پویا بختیاری کار کردن، یه مدتی روی همین نوید عزیز کار کردن و اومدن تفرقه ایجاد کردن. این دلیلش اینه. ولی حالا رفته رفته آگاهی بالا میره و منم همیشه به بچه‌ها میگم آگاهی بدید به مردم، گول نخورید، اجازه ندید از خون بچه‌هاتون این مزدوران استفاده بکنن. این دلیلش سرکار بانو. بسیار سپاسگزارم از شما آقای رضا احمدی. با این روشنگریتون به این فکر نکرده بودم، ولی همیشه برام سوال انگیز بود که چرا این چیز انجام نمیشه و چرا مردم نشستن. ولی خب به این صورت که شما فرمودین حق با شماست. ضمناً میخواستم تبریکات سلمانه خودمو به تمام ایرانیان به خاطر عجوزه که از دنیا رفت و برسونم. امیدوارم که نفر دوم خامنه ای باشه. سپاس از خود و محبت شما، لطف کردید، ممنونتونم. خدا نگهدار. شبتون خوش. با سپاس از حضور شما همه عزیزان، خانم و آقایون، لطف محبت کردید، تشریف آوردید. ببخشید وقت ما محدوده و الان خب تعدادی هستن روی خطوط، ولی به هر حال تا اونجایی که جناب سیاوش عزیز براشون مقدوب بود سعی کردیم که تعداد زیادی رو خط بیاریم. با یک جهان سپاس از سیاوش عزیز، کارگردان برنامه‌مون سرکار بانو مهناز عزیز که لطف محبت کردن، همکاری کردن، و همه شما خانم آقایون و جناب آیان و وطنخواهی عزیز که به هر حال این برنامه رو تشکیل دادن و درست کردن که ما هم بتونیم با شما عزیزان در ارتباط باشیم. خیلی از همتون سپاسگزارم. تا چهارشنبه که در خدمتتون خواهیم بود و مواظب خودتون باشید، غم و غصه نخورید، دپرس نشید، غمگین نشید. آخوندا میخوان که شماها تبدیل بشید به یه ملت خموده غمگین که ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، هیچ کاری از دستمون بر نه. اینطور نیست. همیشه شاد باشید، همیشه بخندید، سر بلند، مطمئن باشید ملتی که شاداب باشه به تمام آرزوهاش میرسه. لطف محبت کردید، سپاسگزارم. پاینده باد ایران و جاوید شاه، زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. تا چهارشنبه. پاینده ایران، جاوید شاه.